در برنامه امروز میخواهم درباره فعل‌های است و هست سخن بگویم. افسوسمندانه بسیاری مردم تفاوت میان است و هست را نمی‌شناسند و یکی را به جای دیگری به کار می‌برند. این به ویژه در نوشته‌های ولنگار اینترنتی بسیار دیده می‌شود. بی‌توجهی به این گونه نکته‌ها که از درست ندانستن دستور زبان و ناآگاهی از ظرافت‌های آن برمی‌خیزد می‌تواند به شلختگی و نابسامانی در زبان بیفزاید. به این جمله‌ها توجه کنید. هوا روشن است. ساختمان بلند است. اینها فارسی درستند. ولی هوا روشن هست، ساختمان بلند هست، فارسی درست نیستند. است فعل ربط یا اسناد است. چیزی را به چیزی ربط یا نسبت می‌دهد. است به تنهایی کاربرد ندارد. جمله هوا روشن است روشنی را به هوا ربط می‌دهد، همچنان که ساختمان بلند است بلندی را به ساختمان. هست از مصدر هستن، هستی یا وجود را می‌رساند. فعل کمکی نیست، به تنهایی کاربرد دارد. معنای هوا روشن هست، هوا روشن وجود دارد است که بی‌معناست، همچنان که ساختمان بلند هست. ولی میتوان هست را با ساختمان بلند به کار برد. به این دیسه ساختمان بلند هست، یعنی ساختمان بلند وجود دارد، در پاسخ کسی که میخواهد بداند که آیا در شهر یا محله‌ای که نمیشناسد ساختمان بلند وجود دارد یا نه. مثال دیگر، خدا هست یعنی خدا وجود دارد. اگر بگوییم خدا است، جمله چیزی کم دارد، زیرا معلوم نیست که خدا چی است. میتوان گفت خدا مهربان است یا خدا داناست. این جمله ها از نظر دستوری درستند. آب سرد است، نه آب سرد هست. ولی میتوان گفت آب هست، در یخچال یا در کوزه آب هست، یا آب سرد هست. این جمله ها وجود آب یا آب سرد را روشن می کنند، در کوزه، در یخچال. به چند نمونه در متن‌های کهن توجه کنید. ناصر خسرو: و در زیر زمین دری است که سلطان سواره از آنجا بیرون رود. و اسکندریه بر لب دریای روم و کنار نیل است. و سه جانب این هر دو زمین دریاست و این زمین چون جزیره است. تاریخ بیهقی گفت مرادی دیگر است، اگر آن حاصل شود هرچه به من رسیده است در دلم خوش باشد. خواجه نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری: و همچنان که انسان به عناصر و مرکبات محتاج است، به نوع خود نیز محتاج است. نمونه برای کاربرد هست، مولوی: چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. است و هست سوم شخص مضارع مصدرهای استن و هستنند. صرف استن می شود استم، استی، است، استیم، استید، استن. صرف هستن هستم، هستی، هست، هستیم، هستید، هستن. استن و هستن در اصل یکی بودند، هر دو از یک ریشه می آیند، از پور و ایرانی اه. این مصدر در فارسی باستان و اوستایی هست. سوم شخص آن در فارسی باستان استی است، در اوستا استی. زمان حال آن در اوستایی این گونه صرف می شود: مفرد اهمی، اهی، استی، مهی، استا، هنتی. این فعل در بیشتر زبانهای هندو اروپایی وجود دارد. در سانسکریت استی مانند اوستایی به معنای است است. در یونانی استی به معنای است، مصدر آن ایمیست. در لاتین است. در فرانسه استی پایانی تلفظ نمی شود، ا تلفظ می شود، مانند برخی گویش های فارسی مثلا تهرانی. در زبان های اسلاو اس، در انگلیسی ایز و در آلمانی ایست از همین خانواده. چنان که گفتم مصدر استن به تنهایی به کار نمی رود. فعل کمکی است.
صورت‌های صرفی آن یعنی استم استی است استیم استید استند کوتاه شده‌اند و به دیسه زیر همچون پسوند فعلی به کار می‌روند. ام ای است ایم اید ان. اگر بخواهیم در خانه بودن را صرف کنیم می‌گوییم در خانه ام، در خانه ای، در خانه است، در خانه ایم، در خانه ای، در خانه ان. جالب اینجا جالب است بدانید که در برخی گویش ها و زبان های ایرانی به ویژه در افغانستان این کوتاه شده ها به کار نمی روند، شکل کامل به کار می روند. می گویند در خانه استم به جای در خانه ام، در خانه استی، در خانه ای، در خانه است، در هر دو مورد یکسان است، در خانه استید به جای در خانه اید، در خانه استند به جای در خانه اند. گفتم که است در برخی گویش ها به صورت ا یا اس در می آید. در گویش تهرانی برف سفیده است می شود برف سفیده، راه درازه. ولی اگر واژه پیش از فعل به مسوت بلند آ پایان یابد فرق می کند، آب اینجاست می شود آب اینجاست. در گویش ملایری است می شود ا، برف سفیده، راه درازه. حتی اگر واژه پیشین با مسوت کشیده پایان یابد ای پایانی حفظ می شود با افسودن صامت اندرمیانی، آب اینجاست می شود آب اینجایه. است در اصفهانی می شود اس، برف سفید است می شود برف سفید است. گفتم که صرف در خانه بودن در خانه هم، در خانه ای، در خانه است. در خانه هستم، در خانه هستی، در خانه هست درست نیست مگر اینکه تأکید بر بودن باشد. در خانه هستم یعنی جای دیگری نیستم، اگر سراغم میگردی جای من در خانه است. پس باید فرق گذاشت میان در خانه ام و در خانه هستم. هستن به جای استن گاهی برای تأکید به کار میرود. نمونه: این جوان آنقدر فهمیده هست که این کار را نکند. در اینجا هست به جای است آمده برای تأکید. اگر تنها بخواهیم درباره فهمیده بودن این جوان سخن بگوییم جمله درست چنین است: این جوان فهمیده است، نه این جوان فهمیده است. به کار بردن هست به جای است برای تأکید در متن‌های کهن ولی به صورت بسیار کمیاب دیده می شود. نمونه: تاریخ طبری، یهودا بر سر آن چاه رفت نگاه کرد تا یوسف زنده هست. تاریخ سیستان، ما را خود مهلت افتاده هست. از اینها که بگذاریم ترکیبی هست نه چندان زیبا که در زبان عامیانه به کار می رود و آن هستش است. نمونه: این خوب هستش، کتاب اینجا هستش. نه تنها هست به غلط به جای است به کار می رود، پسوند شین هم به آن می افزاید. گفتم که اصلا فعل کمکی است برای بیان ربط و اسناد، همچنین فعل کمکی است در ساختن ماضی نقلی. آمدم، گفته ایش، نوشته است، کشیده ایم، دیده اید، خوانده اند. چند نمونه از متن‌های کهن. تاریخ طبری، هیچ کس نمی‌دانست که او را که کشته است. تاریخ بلعمی، اگر خدای چنان روزی کرده من هیچ نتوانم. ابو ریحان بنونی در عطفیم، بطلمیوس قطر شمس هم بدان اندازه همی معلوم کرده است. حال کمی به زمان گذشته استن و هستن بپردازیم. این دو فعل زمان گذشته ندارن. در دیگر زبانهای هندو اروپایی مثلا انگلیسی و آلمانی هم چنین است. گذشته هر دو با بودن صرف می شود. به نمونه هایی که دادم بازگردیم. هوا روشن است می شود هوا روشن بود. ساختمان بلند است ساختمان بلند بود. آب سرد است آب سرد بود. با هستن آب هست آب بود. در یخچال یا در کوزه آب بود. گفتم است به تنهایی معنا ندارد. هست به تنهایی معنا دارد، هم فعل است هم اسم. به فعل بودن آن پرداختم. حال چند مثال از هست به دیسه اسم به معنای وجود هستی. ناصر خسرو، گفتم به حس و عقل توان دید هست را، گفتا ز عقل نیست مر اندیشه را گذار. فردوسی، خداوند دارنده هست و نیست، همه چیز جفت است و ایزد یکیست.
در فارسی چند فعل مرکب داریم با هست. هست شدن به معنای موجود شدن، به وجود آمدن. مولوی: قالب از ما هست شد، نی ما از او. باده از ما مست شد، نی ما از او. هست کردن، به وجود آوردن، آفریدن. مولوی: گفت ایزد جان ما را مست کرد، چون نداند آنکه را خود هست کرد. هست کن، آفریننده. نظامی: اول و آخر به وجود و صفات، هست کن و نیست کن کائنات. جالب است بدانید که در زبان پهلوی از هستن اسم مصدر هستش داریم که عجیب است، چون بیقاعده ساخته شده است. در پهلوی همچنین داریم هستگر به معنای به وجود آورنده، هستومند به معنای موجود مادی. در فارسی کنونی این واژه دوباره به کار گرفته شده است. هستومندی به جای وجود، هستومند شدن به وجود آمدن. وقت ما به پایان رسید. کاربرد هست به جای است، ساگن یا نوانس میان هست و است را از میان میبرد و این گامی است در راه فقیرتر شدن زبان.